نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 21 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در این نشست در رابطه با این شبهه که حضور اهل بیت امام حسین علیه السلام در کربلا در 40 اول و یا 40 دوم اتفاق افتاده فرمودند، راجع به این موضوع مطالب و کتاب‌های مختلفی نوشته شده و با استفاده از قرائن داخلی و خارجی نتیجه‌گیری‌هایی شده است، اما من حیث المجموع آنچه که به نظر می‌رسد این است که محتمل ندانستن 40 اول نتیجه‌گیری درستی نیست و اتفاقاً چون این تصور می‌شود که اینکه برخی 40 دوم را انتخاب کردند با واقعیت منطبق نیست. معظم الله در ادامه فرمودند، با این قرینه که در روایات آمده که سفر کوفه تا مکه برای انجام فریضه حج در آن زمان به طور متوسط 2 هفته به طول می انجامیده و حتی در مواردی که گاه به سرعت این مسیر را طی می کردند، مدت این سفر 1 هفته هم بوده است و از طرفی فاصله کوفه تا شام 2000 کیلومتر و فاصله شام تا کربلا بسیار کمتر از 2000 کیلومتر است. اگر اهل بیت علیهم السلام اول ماه صفر الاحزان وارد دمشق شدند و در بعضی از تواریخ آمده 1 هفته پس از آن عزاداری کردند و اگر شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها در 5 ماه صفر واقع شده باشد، چنانچه 1 هفته پس از اول ماه صفر از شام خارج شده باشند، بایستی این فاصله در عرض 1 هفته طی شده باشد و این 1 مسئله عادی در آن زمان بوده است. لذا بعید است که اهل بیت امام حسین علیه السلام در 40 دوم به کربلا آمده باشند. ایشان در ادامه با اشاره به دلیل طولانی شدن مسیر رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام از کوفه تا شام فرمودند، دلیل طولانی شدن این مسیر در هنگام رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام به شام این بوده که سپاهیان یزید به دنبال آزار و اذیت اهل بیت امام حسین بودند و ایشان را مستقیم به شام نبردند، بلکه در شهرهای مختلفی همچون موصل و حلب چرخاندند. لذا این مسیر طولانی شد و اگر این سفر را به صورت عادی انجام می دادند، شاید بیشتر از 1 هفته به طول نمی انجامید و حتی 1 هفته قبل از ماه صفر الاحزان به شام می رسیدند. لذا این شبهه که 40 در سال اول اتفاق افتاده باشد با واقعیت بیشتر سازگار است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. لحاظ خود این مسئله که سال اول بوده یا دوم، این با سال اول بیشتر میزنه. یکیش هم از قرینه اینکه جابر بن عبدالله اونجا بوده، روز شهادت امام حسین علیه السلام همون روز توی مدینه خبر بین بعضی ها منتشر شد که حضرت شهید شدن، همون قصه قاروره و خاکی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ام سلمه داده بودن و ام سلمه دید خون شده، این نقل کرد، یعده ای فهمیدن. وقتی جابر در اومده از عاشورا تا 40 روز، خیلی آروم هم اومده باشه، همون 40 اول بوده جابر رسید، نه 40 سال بعد. نه، حالا ظاهرا همون 40 سال اول بوده که اهل بیت رسیدن به کربلا.